سلام با استیدیوی آزادی خوش آمدید من جاوید نیمی میزبان شماستم امروز چهارشنبه هدهم میزان مطابق 9 اکتبر است سازمان ملل متحد بر اساس تحقیق تازهش دریافته که در نتیجه حمله هوایی نیروهای امریکایی در ماه می در غرب افغانستان حداقل سی غیر نظامی کشته شدند این گزارش امروز نشر شد اردوی یالات متحده به این یافته ها واکنش جدی نشان داده است دفتر سازمان ملل متحد در افغانستان یونما امروز از یافته های چهار ماهش در نتیجه بمباران نیروهای آمریکایی در ولایت فرا پرده برداشت. در گزارش آمده که در این حمله پنج تن هم زخمی شدند و وضعیت چهار تن دیگر تا هنوز مشخص نیست. در میان قربانیان و زخمی ها چهارده کودک و یک زن شاملند. یونما میگوید در پنجم ماه می اردوی ایالات متحده چندین محل را که کارخانه های تولید مواد مخدر طالبان خوانده شدند بمباران کرد با گفته ای سازمان ملل متحد 60 عملیات در همین ماه در ولسوالی های بکوای ولایت فرا و دلارام ولایت نیمروز صورت گرفته است. اردوی ایالات متحده آمریکا به این گزارش فوراً واکنش نشان داده و در یک اعلامیه امروز گفت نیروهای آمریکایی و افغان پس از ارزیابی دقیق لابراتوارهای مواد مخدر حملات هوایی را انجام دادند. رهبران چین و پاکستان روی وضعیت امنیتی کشمیر و گسترش روابط اقتصادیشان گفتگو کردند. امران خان صدر پاکستان امروز با شی جن پینگ رئیس جمهور چین دیدار کرد. در این روز رسانه ها گزارش دادند که رئیس جمهور چین در پایان این هفته با صدر هند در دهلی نو خواهد دید. جنجال روی کشمیر بحث را به این میز در پیکنگ پایتخت چین کشانده. دو متحد در مورد این منطقه جنجالی نظریه مشترک دارند. چین موضع پاکستان را تایید می کند و اقدام های هند را در کشمیر غیر قابل پذیرش می داند. امران خان صدر پاکستان در دیدار امروزش با شی جین پینگ رئیس جمهور چین علاوه بر بحث روی کشمیر در مورد پروژه ها در دهلیز تجارتی میان چین و پاکستان گفتگو کرد. سفر دو روزه امران خان به پیکنگ دیروز آغاز شد و انتظار می رود نو امروز پایان یابد. در این حال رسانه ها گزارش دادند که شی جین پنگ رئیس جمهور چین روز جمعه با نرندر مودی صدر هند در دهلی نو دیدار خواهد کرد. انتظار می رود بحث روی بحران کشمیر در صدر گفتگوهای دو رهبر قرار داشته باشد به دنبال برداشتن امتیازهای ویژه کشمیر از سوی دهلی نو در ماه آگست امسال بحران روی این منطقه میان هند و پاکستان یک بار دیگر اوج گرفته است عرب لیگ امروز به انقره هشدار داد که بر کردان در داخل سوریه حمله نکند اما نیروهای ترکی برای حمله آماده شدند. انقره می گوید می خواهد در داخل سوریه یک منطقه هایل را ایجاد کند و در آنجا میلیون ها شهروند سوریه را که در ترکیه پناهنده شدند جابجا بجا سازد. نیروهای ترکیه در منطقه مرزی آقچقله جابجا شدند. نظامیان امریکایی که از کردها حمایت می در اوایل همین هفته از همین منطقه مرزی با سوریه بیرون شدند. کردها خیمه های را در نزدیک مرز ترکیه برپا کردند تا در صورت جنگ احتمالی غیر نظامیان به آنجا پناه ببرند آنها همچنان از مردم خواستند برای دفاع از خاکشان آماده شوند آن سو رجب طیب بردوغان رئیس جمهور ترکیه امروز گفت نیروهای این کشور به زودی از مرز سوریه پیش خواهند رفت اما نیروهای دموکراتیک سوریه که کردها رهبریشان را به عهده دارند گفتند که نیروهای ترکی بر پناهگاه های در منطقه سیریکانی تیراندازی کردند انقره هرچند این ادعا را رد میکند و میگوید که تا حالا به حمله آغاز نکرده است ترکیه گروه های مسلح کردی در شمال سوریه را تروریست می داند و باور انقره این گروه ها در داخل ترکیه با جدایی طلبان کردی ارتباط دارند خبرها را با یک رویداد ورزشی دنبال میکنیم تیم ملی فوتبال افغانستان فردا برای بازی در برابر تیم عمان به میدان خواهد رفت ورزشکاران افغان میگویند که برای این بازی آمادگی کامل دارند آنها رقیبشان را تیم قدرتمند میدانند بازی نفسگیر در پیش روست. هدف هم راهیابی به جام جهانی فوتبال سال 2022 و جام ملت های آسیا در سال 2023. این ورزشکاران فردا ساعت 5 به وقت محلی در ورزشگاه سلطان قابوس به مساف تیم ملی عمان می روند. با تجربه گذشته بازیکنان افغان می برای بازی آمادگی زیاد گرفتند. بچه ها یک و امروز صبح که انشالله همه و چطور, چطور پلان بازی دیده میشه تیم ملی افغانستان در گروپ ای با چهار تیم دیگر رقابت میکند و در حال حاضر در جایگاه سوم قرار دارد در صدر این گروه قطر و سپس عمان جا گرفتند تیم ملی فوتبال افغانستان توانسته از هند و بنگلادش تا به حال در این گروه پیشی گیرد آیا نام از خانه خشم شنیدید؟ شاید فکر کنید که این چگونه خانه باشد؟ در ریگا پایتخت لطویا خانه ای را ساختند که برای کاهش خشم اختصاص داده شده این مکان را مالک آن نخست برای بازی اختصاص داده بود اما سپس مردم آن را برای کاهش خشم و قهرشان برگزیدند اکثریت از کسانی که اینجا آیند در دفترها و پشت میزهای کامپیوتر کار میکنند در این لحظات احساس راحتی می کنم به با باور من این مکان خیلی خوب است زیرو ارزش دارد تا سال یک مرتبه اینجا بیاییم و خشم خود را فرو نشانیم کسانی که به اینجا مراجعه می کنند شیی را انتخاب می کنند و برای شکستن آن پول می پردازند مثلا برای شکستن یک بشقا و یا گلدان دو یورو برای تلویزیون تا سی و پنج یورو و برای پیانو تا دو ست یورو پرداخته می شد. این راه فرو نشاندن خشم است اما اگر به صورت پی هم به چونین رفتار رو آورند کی زمانت می کند که در سایر جاها به برخورد خشن اقدام نمی کنند. حالا شما خود بنگرید و قضاوت کنید که شکستن ظروف برای کاهش خشم کار خوب است یا بد. خانه ای که با شکستن ظرفا در آنجا خشم را فرو می نشانند سپاس گذارم که با استدیوی آزادی امراه بودید در صفحه اینترنتی ما و شبکه های اجتماعی فیسبوک، توییتر و یوتیوب هم رادیو آزادی را دنبال کنید وقت خوش